مهدی فتح‌پور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران از کلن با ما همراه هستند. آقای فتح‌پور وقت شما بخیر. آقای خامنه‌ای در حالی گفته کسانی که تشویق به رأی ندادن می‌کنند دلسوز مردم نیستند که از جناح‌های سیاسی مختلف و افراد حتی اصولگرایان انتقادها داشتن به رد صلاحیت در این چند روز. این موضع آقای خامنه‌ای رو شما چطور می‌بینید؟ با سلام به بینندگان عزیز و تشکر از شما برای اینکه مرا برای مصاحبه دعوت کردید. عرض بکنم این اون چیزی که در این انتخابات گذشت یک مرحله جدیدی در حیات جمهوری اسلامی است. خب انتخابات در ایران در تمام دوران بخشی از نیروها، بخش عمده نیروهای سیاسی امکان مشارکت نداشتند و تنها نیروهایی که در حکومت شرکت داشتن بینشون رقابت وجود داشت و این دایره به طور دائم در 20 سال اخیر مرتب تنگتر شده بود. ولی کن علارغم این که در برخی از موارد برخی از نیروهای درون رژیم هم امکان حذف می شدن، مثل آقای رفسنجانی یک بار آقای احمدی نژاد یا آقای معین و دیگران، ولی به هر حال بخش عمده نیروهای درون رژیم شرکت داشتن و با هم رقابت می کردن. در این انتخابات و انتخابات مجلس حتی این موضوع هم دیگه از بین رفت. یعنی در این انتخابات در واقع یک گرایش تنها حضور داره و سایر گرایش ها رو حذف کردن. یک چنین تصمیمی قبلا هم تصور میشد که نمیتونه تنها یک بی تدبیری شورای نگهبان باشه. آقای خامنه‌ای با صحبت امروزشون در واقع این رو نشون دادن که این یک تصمیم سیاسی بوده که در بالاترین لایه‌های حکومت انجام شده و این موضوع طبیعتاً عواقب بسیار و بدی داره برای هم رژیم و برای هم کل کشور ما. و در نتیجه آقای خامنه‌ای سعی کردن توضیح بدن که مردم تمکین بکنن، در انتخابات شرکت بکنن و یه مقداری در مقابل این عواقب بیسادگی بکنن. آقای فتح‌پور، در بخش دیگه از حرفاش آقای خامنه‌ای گفته مدیریت قوی و حل مشکلات باعث میشه که مردم در انتخابات مشارکت کنند. موضع مشترک که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم عیناً تکرار کرده. آیا این تحلیل یه نگاهی داره به ابراهیم رئیسی و زمینه سازی برای او برای دور دوم ریاستش؟ ببینید واقعیت اینه که با این تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفته مسئولین رژیم میفهمند که عدم شرکت وسیع مردم به خصوص تحصیل کردگان، نخبگان، نیروهای شهری، کسانی که با مسائل اجتماعی کلن علاقه‌مندند، عدم شرکت وسیع اونها به معنی قطع رابطه اونها آخرین ارتباطات اونها با سیستمه. و تجربه جهانی نشون داده که وقتی این ارتباط قطع میشه چنین رژیمی در سراشیبی فروپاشی قرار میگیره و خطرات جدی میتونه در هر بحرانی تهدیدش بکنه. به خصوص که امروز شما میبینید که مسئله فقط به اپوزیسیون یا حتی به نیروهای اصلاح طلب معدود نمونده. آقای سید حسن خمینی اعتراض میکنه، مجمع مدرسین حوزه علمیه قم اعتراض میکنه، همینطور آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی و دیگران. یعنی بخشایی که کاملا در درون رژیم حضور داشتن امروز هم ناراضی هستند. آقای خامنه‌ای تلاش میکنه که در مقابل این مسئله این جلوه رو بده که اگر ما بتونیم عمل بکنیم و مسائل اقتصادی رو حل بکنیم میشه بر عواقب این چنین مشکلاتی فائق اومد. و سعی میکنه از این موضع، سعی کردن امروز از این موضع برخورد کنن، قبلا هم در برخوردهای نیروهای دیگه دیدیم. طبیعتا این واقعی است که مسائل با هم دیگه در ارتباط با همه شرایطی که مردم در این حد از بی‌اعتمادی قرار دارند، حل مسائل اقتصادی هم با دشواری‌های خیلی زیادی مواجه هستش و این اطمینان من تصور نمی‌کنم که تاثیرگذار باشه و پذیرش این هست که یک چنین نارضایتی به وجود اومده. خیلی کوتاه اگه بهمون بگین ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا و اروپا اگر رئیس جمهور بشه از نظر روابط بین‌المللی و روابط خارجی چه اعتباری داره؟ کوتاه لطفاً. خب آقای رئیسی عملاً خیلی از کشورها نمی‌تونه مسافرت کنه. آقای رئیسی تحت اتهام هستش به عنوان جنایتی که علیه حقوق بشر شده، علیه بشریت شده و بیش از هزار نفر، چندین هزار نفر رو فرمان مرگشون داده که بیش از هزار نفر از اونها به عنوان مرتد، یعنی کسانی که مسلمان نیستن، حکم اعدام گرفتن، نه به عنوان اینکه یک جرمی انجام دادن. و طبیعتاً این موضوع مورد توجه خیلی از نهادهای حقوق بشره. طبیعتاً این موضوع یکی از مشکلات آتی روابط خارجی ایران خواهد بود. سپاسگزارم از شما مهدی فتح‌پور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران از کلن با ما همراه بودید.